بینندگان، شنوندگان عزیز، سلام، وقت شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم به همراهی همکارم برنامه روک راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنین. درانو دوستانو، زما سلامونه و نیکیلی هم اومنه. خواهی چه بیا هم دیده خبرمون لار استاس بخدمت کیو. وزیرای خارجه روسیه، ایران و چین و وزیر دفاع پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشست را درباره افغانستان برگزار کردند. په دې غونډه کې د غونډې برخوالو ویلي دي چې د طالبانو له حکومت سره د خبرو پرته بله لاره نشته. آیا کشورهای همسایه موضوع و هدف مشترک در قبال افغانستان دارند؟ این موضوع برنامه ماست که با مهمانای محترم بحث میکنیم. مهمانای محترم برنامه امشب ما جناب آقای وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب آقای فهیم سادات، آگاه امور سیاست بین المللی هستند که حضور هر دو مهمان محترم در بحث خوش آمد و خیر مقدم میگیم. آصفی صاحب، مخکې له دې نه چې د میلمنو سره بحث پیل کړو، که ستاسو اجازه وي لاړ به شو د پروګرام راپور ته، او په دې توګه به د بحث هم ورسره پیل کړو. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دوی د روسیې، چین، ایران او پاکستان د غونډې د پریکړو نه هرکلی کوي. د فطرت په وینا دوی چمتو دي چې د خبرو له لارې د ستونزو په اړه کې کار وکړي. نور جزئیات په رپورټ کې. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي چې د ستونزو د حل لپاره خبرې او ډیالوګ یوازنی د حل لار ده. د روسیې، چین، ایران د بهرنیو چارو وزیران او د پاکستان د دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د 9 اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره خپلې دریمه څلور اړخیز نوبتي غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له اوسنیو حاکمو چارواکو سره د متقابل درناوي، د خبرو او مشارکت له رامنځته کولو پرته بل بدیل نشته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي، ګډون کوونکو د افغانستان د ستونزو د هوارولو په اړه خپلې کړنلارې سره وارزولې او د دې یادونه یې وکړه چې داسې یو بدیل چې د افغانستان د اوسنیو مقاماتو یعنې طالبانو پر ځای ورسره د درناوي وړ او برابر ډیالوګ او د ملګرتیا اړیکې رامنځته شي نشته دی. ایران په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړې او ویلي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګره ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړي کړو، د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ په سیمه کې ځای نه لري. روسیه، چین، پاکستان او ایران د تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په نوبتي ډول د څلور اړخیزو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د وضعیت په اړه سلام مشورې کوي. خو اصل خبره څه ده؟ طالبان د دغه هیوادونو څه غواړي او دا هیوادونه د طالبانو نه څه غواړي؟ زما په نظر طالبان تر ډېره بریده کوشش کوي چې د دغه هیوادونو په یو ترتیب په نورو هیوادو باندې د فشار د وسیلې په توګه استفاده وکړي. نو په دې معنا چې دوی پرله پسې کوشش کوي چې د هیوادو سره خپل اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، حتی امنیتي اړیکې پراخ کړي تر څو وښيي چې دوی منځوي نه دي. د دې ټولو سره سره د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې په وینا کې وویل، طالبان باید افغانستان کې د ترهګر ډلو له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. پاکستان سیکس په ځانګړي ډول لنډمهاله حکومت یعنی د طالبانو حکومت باید چې د افغانستان په دننه کې د ټولو تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره په ځانګړي ډول د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو مسؤلیت لري اغیزمن او کوټلي اقدامات ترسره کړي. یو شمېر شنونکي د تحریک طالبان پاکستان پر سر د پاکستان او افغان طالبانو جنجال ته د شک په سترګه ګوري. پردې شا خبره کې د اصلي داد چې د طالبانو او د پاکستاني استخباراتو ترمنځ ډیر پخوانی اړیکې دي او دوی یو بل سره کینی، یو بل سره برنامې نیسي، یو بل سره څه چې دغه د طالبانو د ټي ټي پی چې مشکلات جوړ کړي دي، د یو پردې شا د بل شی دی. پاکستان سیاستوال هغه خبرې کوي چې ورته دکتیشي د پاکستانی استخباراتو لخوا اصل د پردې شا کې دوی د طالبانو سره کوم ستونزه نه لري. بلخوا د بریکس په غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون د غوښتنې په اړه د سپین ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 26 ویل چې
طالبان د مشروعیت په لټه کې دي او باید لومړی په خپلو ژمنو عمل وکړي. مونږ طالبان پرېږدو چې د ځان په اړه وغږېږي. مونږ په دې اړه ډېر واضح یو چې د طالبانو په اړه د هغوی د عمل په اساس قضاوت کوو، نه د هغوی د خبرو په اساس. بریکس نړیوال اقتصادي سازمان د روسیې په نوښت په 2009 کال کې تاسیس شوی چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي دي. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې بیا واک ته رسیدلی دي، تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلی. وحید فیضی، د امریکا غږ. گزارش را در رابطه با نشست وزیرای کشورهای منطقه در مورد افغانستان شنیدین. حال بحث با اجازه شما آقای دوست با جناب آقای ناصری آغاز میکنیم. آقای ناصری سلام به شما، خوشحال هستم که شما را با خود داریم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امیر خم که در گزارش هم شنیدین، وزرای خارجه روسیه، ایران و چین و وزیر دفاع پاکستان در مورد افغانستان نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشتن و در اونجا روی یک نکته همه متفق بودن که بدیل دیگه وجود نداره برای حل افغانستان و طالبان یگانه مقامات هستند که با اونا باید گفتگو و تعامل صورت بگیره. نظر شما را میخواستم. با عرض سلام ادب و اظهار سپاس متنان جناب آصفی صاحب گرامی، خدمت حضور شما، همکاران تکنیکی شما، همچنان همکار شما جناب آقای دوست و میهمان برنامه آقای سادات. ببینین الترناتیف پیش از اینا وجود داره. در این 3 سال که طالب اینا به رسمیت نشناختند، اینا در پای تغییر وضعیت سیاسی افغانستان هستند. خواست مشخص روسیه، چین، ایران، پاکستان که ترویکای پیشرفته هست و ایران به جای امریکا نشست و از 2017 که مذاکرات 3 جانبه میان چین و امریکا و روسیه شروع شد و بعدا پاکستان با او پیوسته 2018 و ترویکای پیشرفته گفته شد، بعد از خروج ایالات متحده امریکا به جای ایالات متحده امریکا ایران نشست. ولی این مذاکرات، این نشست ها به معنای به رسمیت شناختن طالبانی، چراغ سبز برای طالبانی است. در نشست 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نه روسا، نه چینایی ها، نه هند و پاکستان، ایران حلقه برای معرفی طالبان من حیث یک دولت نکردند و در اینجا هیچ کشوری حاضر نشد که طالب مطرح کنند که باید حداقل چوکی افغانستان در ملل متحد بگیره. بنابراین بحث بالکل منتفی است که اینا طالب من حیث دولت افغانستان، نماینده های مردم افغانستان و حاکمیت مشروع افغانستان به رسمیت بشناسند. خواست اساسی از اینا که تغییر وضعیت سیاسی و تغییر نظام سیاسی افغانستان است، به معنای عزیز که الترناتیف باید ایجاد شود که در او طالب ها در کنار دیگرها دولت ملی را شکل بدن و دولتی که شکل میگیره اونو الترناتیف افغانستان و اونو انتخاب جهان و مردم افغانستان است. بنان فشار از این کشورها بر طالب ها در 3 سال گذشته وجود داشته و این مذاکرات و این نشست ها به خاطر تشویش از این کشورها از وضعیت امنیتی هست، از تحرکات گروه های تروریستی هست، از برهم خوردن امنیت از اینا از طرف افغانستان است. بنان حاکمیت طالب ها و ادامه وضعیت کنونی مطلوب نه چین است، نه روسیه، نه هند و پاکستان، ایران و این کشورهای 4 کشوری که با هم نشستن، نه به خاطر از این نشستن که تقدیر کنن طالب ها را و تمجید کنن و بگوین که ما با این اداره باید کار کنیم به خاطر که همه چیزها سربراه هست، بلکه گفتن که ما باید با هم کاری کنیم تا وضعیت افغانستان تغییر بدهیم و طالب ها را قانع بسازیم که از انحصار قدرت و از حاکمیت تکروانی خود دست بردارن و جهان هم پیوستگی کنن. خواسته های ما و کشورهای شانگهای فرمات مسکو و بریکس باید ملل متحد قبول کنن، به جای همکاری با ترور و تروریسم و حمایت از اونا با همکاری ایجاد دولت با دولت کنن، دولت مشروع ملی را ایجاد کنن، تفاهم ملی ایجاد کنن و همچنان مشارکت سیاسی را بپذیرن. بنان خاص از این کشورها از طالب ها تغییر وضعیت سیاسی است که او امارت اسلامی نیست، ادامه حاکمیت طالب نیست، ادامه شناسایی امارت به نام طالب ها نیست، بلکه اینا طالب قبول ندارن، حاکمیت طالب قبول ندارن
قرائت طالب قبول ندارن و در تلاش و کوشش تغییر وضعیت هستند. بنان یک پیروزی به مردم افغانستان است و این که طالب الترناتیف نداره، همی خواست و چهار کشور همی است که الترناتیف که جای طالب را باید بگیره پر شود و او عبارت از دولت ملی هست. بنان خواست 193 کشور جهان از طالب ها تغییر وضعیت سیاسی افغانستان است و عدم پذیرش امارت اسلامی. بله، تشکر آقای ناصری. مننه جناب سادات صاحب، تاسو خره غلاست و ای رختیا هم د طالبانو پرته بل بدیل نشته چې ورسره خبري وشي، او د دې ترڅنګ د دغه گاونډو هیوادونو دریز تاسو څنګه ارزوي؟ دا یو څه په ټکر کې ښکاری د لویدیز له دریز نه، ځکه چې اوس د افغانستان په مسله کې د شرق و غرب په دوو بلاکونو باندې تقسیم شوی دی او نظریات هم فرق کوي. په دغه سیاو حالت کې چې په نړیواله ټولنه کې د نظر یواله د سینخ کاری، تاسو څنګه ارزوئ دغه تازه غونډه او د دې غونډې پریکړې؟ مننه نظام خپلوار، تاسو ته او تاسو مخنه غواړم سعادت صاحب په غک کې مشکل ده، تخنیکی همکاران هڅه کوي چې د غستونز تاثیر حل کړي، اما اجازه راکړئ چې تر هغه چې د غستونز حل کیږي زه ناصری صاحب ته ورشم. بله، ما صدای شما را نمیشنویم آقای سعادت. هنوز هم نمیشنویم صدای من؟ اینا لی بهتر شد، بفرمایید، ادامه بدین. نو ما دا ویل چې په دې درې کالو کې گاونډي هیوادونه او حتی لویدیځو هیوادونه هم په دې نتیجه رسېدلي په افغانستان کې یو واحد اپوزیسیون چې هغه وکولی شي په افغانستان کې طالبانو بدیل شي، او دغه نسبي امنیت چې طالبانو راوستی دی دغه کار هم وکړي. دغسې یو اپوزیسیون جوړ نه شو، که هغه سیاسي اپوزیسیون غیر مستدا او که هغه مستدا اپوزیسیون د طالبانو. نن په دې خاطر د خبرو اترو ضرورت دی، هغه هر هغه څوک چې په افغانستان کې حاکم وي. نو په دې خاطر دوی په دې نتیجه رسېدلي د طالبانو سره خبرې اترې کول اوس ستونزمن او ګټور دي. تاسو وګورئ زمونږ هر ګاونډي هېواد لکه ایران عملاً د ادوالو د تروریزم او د مخدره توکو په برخه کې باید د افغانستان د طالبانو سره خبرې وکړي. په همدا شکل باندې پاکستان د ادوالو او د ټي پي پي د تحریک په خاطر باید د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. روسیا د مخدره توکو او د داعش د تحریک په خاطر باید په کابل کې چې هر اداره وي باید ورسره خبرې وکړي. او چین هم د افغانستان د تحقیق او د داعش د تحقیق او د خپلو اقتصادي منافعو په خاطر باندې باید طالبانو سره خبرې وکړي. نو زما په اند په افغانستان کې په دې درې کالو کې د یو سیاسي اپوزیسیون د نه رامنځته کېدو او د امنیتي تهدیداتو د وجې زمونږ همکاران هېوادونه په دې نتیجه رسېدلي طالبانو سره خبرې اترو ته دوام ورکړل شي، او د طالبانو آیزولیشن دا د دوی منافعو. تشکر آقای سعادت. جناب آقای ناصری، آقای این رقم که متوجه شده باشین، آقای سادات فرمودن که یکی از دلایل هم نبود یک اپوزیشن متحد و واحد است که یک صدا باشن و از مردم افغانستان نمایندگی کنن. خب این بساس گزارش ها گفته میشه که تلاش های دی راستا موجود است در اروپا، در امریکا که بالاخره یک اپوزیشن تشکیل شوه. چی فکر میکنین که این چهار کشوری که چنین نشست را برگزار کردن و گفتن که دیگه بدیل وجود نداره، علاقمندی چندان برای یک بدیل پیدا کردن یک بدیل و یک اپوزیسیون ندارن و نخواهند داشت؟ خواست از این کشورها بعد از رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و دختران تشکیل یک دولت ملی هست، تشکیل یک دولت
فراگیر دولتی که آقای پوتین هم او را تعریف کرده و روسیه و چین و ایران و هند و همه کشورها. بنابراین این خواست مشخص از این کشورهاست که باید یک دولت ملی، یک دولت مشروع و پاسخگو تشکیل شود، متشکل از همه افغانها، متشکل از قشرهای مختلف. حتی در اونجا مسئله قوم هم مطرح شده که باید حکومت فراگیر قومی باشد. بنابراین این خواست است که این کشورها داره. اگر اپوزیسیون در افغانستان شکل گرفته یا نگرفته، مسئله رعایت حقوق بشر، مسئله پابندی به حقوق بشر، پابندی به کنوانسیون ها و پاسخگویی طالب ها از نظر جهانی و ملی برای این کشورها ارزش داره، مهم است. حضور گروه های تروریستی مستقیما امنیت ملی همین کشورها را تهدید میکنه. مثلا TTP امنیت ملی پاکستان را تهدید میکنه، و تا زمانی که امنیت ملی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و منافع ملی پاکستان از افغانستان تهدید شد و هیچگاه پاکستان ناظر به شناسایی امارت اسلامی طالب ها نیست و او را به یک بدیل نمیدانه. یا مثلا همین گروه های دیگه که آسیای میانه را تهدید میکنن، نوزت اسلامی تاجکستان، حزب اسلامی ازبکستان، اینا خواهان تغییر نظام های سیاسی حاکم در این کشورها بر اساس زور، انتحار، انفجار و امو خشونت و از رای نظامیگری است. بنابراین حضور گروه ها و همچنان گروه های مثل توریست های یا گروه های نوزت اسلامی اویغور های چین، اینا باعث ازی شده که این کشورها از امنیت ملی خود، حاکمیت ملی خود در حراس باشند و هرگز اجازه ندن که دولت و حکومتی را که در کابل هست و او امارت اسلامی هست با قرائت تند مذهبی، با صدور انقلاب اسلامی، با صدور تروریسم، چیزی را که آقای سادات میگه واقعیت نداره. مهار تروریسم توسط طالبان نیه، بلکه گسترش تروریسم و حمایت از گروه های تروریستی هست که در شورای امنیت که چین و روسیه و امریکا و غیره عضو دائمی هستند، در اونجا بار بار اعلامیه داده شده که چندین گروه حتی نام گرفته شده از القاعده، از داعش، از TTP و غیره که در افغانستان حضور دارند. حتی در کنفرانس شانگهای از حضور گروه های تروریستی شکایت شده در فرمات مسکو، و این باعث ازی شده و عامل ازی است که این کشورها هرگز حاضر به شناسایی طالب ها نشد. اما جناب آقای ناصری، معذرت میخوایم گپ شما را قطع کردم. خب اگر بپذیریم که رقم که شما گفتین اونا علاقمند شناسایی و به رسمیت شناختن طالبان نیستن، پس نشست وزرای خارجه و وزیر دفاع پاکستان در ملل متحد برای چی است؟ برای نشان دادن از این که خب برای جهان نشان بدن و یا یک تهدید بکنن به بلاک غرب که اگر شما نخواهین ما با طالبان در کنار طالبا خواهیم بود؟ بیشتر یک جنبه نمایشی داره؟ نه هی، بلکه با ایالات متحده امریکا و حامیان طالب ها که 40 میلیون دلار در هفته برایشان کمک میکنه و در طول 3 سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار ایالات متحده امریکا کمک کرده، و متاسفانه دفتر سیاسی قطر و تمام نمایندگی های طالب ها را حمایت میکنه و هر روزی که طالب میخواد جای سفر کنه ایالات متحده امریکا او تحریم ها را برمیداره. این کشورها میخواین یک چراغ سرخ برای ایالات متحده امریکا نشان بدن که ما در ارتباط با انکشافات منطقه بی تفاوت نیستیم، و از بازی ایالات متحده امریکا با طالب ها و بازی طالب ها با امریکا ما اطلاع داریم، و نمیگذاریم که ایالات متحده امریکا با حمایت طالب ها و گروه های تروریستی امنیت ملی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و ثبات منطقه را توسط گروه های تروریستی برهم بزنن. اینا به ایالات متحده امریکا یعنی یک هشدار میتن با این نشست های خود، نه حمایت از طالب است، بلکه یک هشدار است به ایالات متحده امریکا که این کشورها با هم کنار آمدن، چین، روسیه، ایران، پاکستان، هند، با وجود اختلافات و رقابت های سیاسی، اقتصادی و نظامی که دارن در ارتباط به مسئله افغانستان واحد هستند، یک فکر دارن، و او عبارت از عدم شناسایی طالب ها، عدم شناسایی به رسمیت امارت اسلامی و تغییر وضعیت سیاسی و تشکیل یک دولت پاسخگوی ملی که در او طالب جز باشه و نه کل، و حاکمیت به نام طالب. هرگز اینو به رسمیت نمیشناسن و بازی را که ایالات متحده آمریکا با خروج عجولانه، غیر مسئولانه و شتاب زده خود ایجاد کرده خلای امنیتی را، این کشورها متوجه از این بازی هستند که
با خروج امریکا و رشد تروریسم امنیت ملی و ثبات سیاسی کشورها برهم خورده. بنا تشکر آقای ناصری. جناب سادات صاحب، تاسو د ناصری صاحب خبرې واوریدلې. هغه مهم ټکی دا و چې روسان، چینایان او د سیمې نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان دې هڅه کوي چې یو ملي حکومت جوړ شي، چې په دې حکومت کې طالبان د حکومت یوه برخه وي، نه ټول حکومت. اما پوهیږئ چې همدغه روسانو له طالبانو سره ډېر له نږدې نه تعامل لري. دا پوتینو چې وویل له طالبانو سره باید خبرې وشي او یو حکومت رامنځته شي او دوی یوازینی ځواک دی په افغانستان کې، دا د پوتین خبره وه. وروسته بیا لاوروف همدغسې یو څه خبرې وکړلې. چین د طالبانو سفیر منلی دی، همدا اوس د چین سفارت په کابل کې پرانیستی دی، د روسي سفارت خلاص دی. فکر نکوي چې طالبان یو ډول میلان لري د چینایانو او روسانو په طرف، او دلته امریکا له دې طرف نه ورته په میاشت کې پیسې لیږي د بشري مرستو لپاره؟ دغه حالت څنګه ارزوي؟ دا د د د یو رقابت نه ده چې شروع شوی ده په دې منځ کې طالبان دي؟ زما په اند اول خو زه دا خبره وکړم چې کوم بحث چې موږ کوو دا په دې معنی ده چې موږ یو طرف ته پاتې کېدو. ا دغه خبره دادا تاسو وګورئ، موږ ملما ویل چې امریکا د اگست نه بعد د 2023 نه بعد سم پوری تر 15 میلیارډ ډالر طالبان سره مرسته کوي. د بل طرف نه ا همواره موږ یې چې امریکایان د طالبانو مبارزه د دایښ په مقابل کوي، او بیا اوس دا باندې مهم ګاونډي دي چین او روسیا چې ستر ځواکونه د طالبانو سره پرو کاورو بخرا رسیدلې. نو دا ټول یو پیغام راکړ چې هغه دا ده تاسو پنا نړۍ د افغانستان په بدیل باندې بحث نه کوي، بلکې د افغانستان سره خبرو د طالبانو سره په ناس نه خبرې کوي، او د طالبان هغه منتقد د طالبانو دا یو انتقاد د طالبانو په کړنو باندې دی. دا یو انتقاد دا نه دی چې طالبانو ته ځایناستې پیدا کړي، او اکثر هیوادونه هم په دې فکر کې چې په دې طرح کې طالبانو د ځایناستې نشته دي. نو بنا زما په اند دا بیا هم زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې د دې کال کې د یو واحد اپوزیسیون نشتون د طالبانو سره خبرو کولو لپاره دا هیوادونه بیا هم اړ کړي دي. بله مسله دا ده چې د لویدیځو هیوادونو او د زمونږ د ګاونډي هیوادونو په منځ کې یو لوی توپیر د افغانستان په حق لدا چې لویدیځ هیوادونه بعضې هغه ارزښتونه چې هغه عملا طالبانو ته پوله نه کړي یا ورته یا منتقد نه دي پاره، هغه دوی ته اهمیت لري، لکه د ښځو نشتون په ټولنه کې پیران، او همداسې یو پراخ بنسټه یا مشمول حکومت. ولې دغه مسایل به کا پاسه تا وندوی وتا اے احمد نے لوی مثلا پاکستان یا روسیا اوسه په دې دادیو پینګا او هغه محور د خبرو د افغانستان سره د طالبانو سره یا ٹی ٹی پی دے او یا داعش دے او یا کډوال او یا مخدرات دا اخو د پاتا هغه محور د مسایلو د افغانستان په حق باندې طالبانو سره دا یو امنیتی دی نه ارزشی. لویدیز هیوادونه بیا کله کله سره د دې چې امنیتي مسایل په طالبانو سره د دې بحث وي، خو ارزشي مسایل ورته هم مهم دي او همیشه په دې باندې خبرې کیږي. حتی موږ تاسو سره د مخکې دې ته شاهد وو چې بعضې لویدیز کې بعضې هیوادونه لکه جرمني او داسې لکه استرالیا او جرمني دوه نور هیوادونه غواړي چې اوس نړیوالې محکمې ته د طالبانو هغه کړنې د ښځو په اړه باندې ورته شکایت وکړي. ولې په دغه مسله کې به زمونږ ګاونډي لکه چین او روسیا هیڅ کوم رول نه لري، او دا مسله ورته ډېره مهمه نه ده. نو ابله خبره دا ده چې په افغانستان کې چې طالبان د مخکې کوم حکومت وي، هغه جمهوریت چې د امریکایانو په مرسته باندې هلته راغلی و، د هغې ته همیشه زموږ ګاونډي هیوادونه لکه ایران، چین او روسیې د شک په سترګه کتل، او لا د طالبانو په بیا راتلو کې دغه هیوادونو تر ډېره کچه پورې مرسته وکړه. په دې چې دیو جمهوریت ته چې د امریکا په مالي او سیاسي اشتباه باندې هلته په افغانستان کې حاکم و، د شک په سترګه کتل، او هغه شک هېڅ وخت د منځه نه وتلی.
نو زکه دیو د طالبانو په بیره د دې هتا مرسته وکړه. شک خو سم یو ډول شک خو سم ظاهران خکاری روسان شک کوي چې مثلا د څه تعامل او طالبان وخت ورسېدل د څه لپاره دوی راغلي دي ولې د فتن جمهوریت نسکور شو په هر صورت. اما په دې کې هم شک نشته لري چې هغه کم شک چې وجود لري هغه د دوهې د تړون د په خاطر دی. په هغه کې خو موږ هغه ته افغانان هم شک لرو چې داسې ولې په عین وخت کې دیو من باید دام یادونه بسو چې دیو د جمهوریت ته هم د شک په سترګه کتل په دې چې دیو فکر کاوه چې دا د امریکایانو یو لاس پوڅه مرته او په افغانستان دیو د خاطر کار کوي. نو بینان دیو دا خبرې اترې طالبانو سره هم په دې منظور دي چې دیو دا شک چې د دوهې د تړون د وجنه دیو ته پیدا شوی دی دا په دې باندې خپل عارفانگی وکړي او بلاخره په دې چې ورسې کې طالبان به تر مانند است. تشکر. تشکر جناب آقای سادات. آقای ناصری، در حالی که خب اینا علاقمند تعامل با طالبان هستند، هرچند با گفته شما علاقمندی ندارن برای به رسمیت شناختن طالبان و بیشتر میخواین یک بدیل برای طالبان پیدا شود که بتونن با اونا تعامل بکنن. اما از جانب دیگر امی مسئله که طالبان از این اقدام پیشنهادی که افغانستان باید گفتگو شود با حکومت طالبان و یگانه بدیل است استقبال کردن، یعنی آماده گفتگو هستند. طالبان تا کنون هیچ در هیچ مورد علاقمندی نشان ندادند برای گفتگو و کنار آمدن و یا عقب نشینی کردن از موضع خود. چقدر اینمی که استقبال کردن از یک نشست و تعامل و گفتگو میتونه یک نکته مثبت باشه برای آینده، برای در آینده برای به میز مذاکره کشاندن طالبان؟ طالب ها قابل تغییر نیستن و علاقه هم برای تغییر ندارن. متاسفانه قسمی که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که ما عمل میبینیم نه شعار، طالب ها فقط شعار میدن. و یک از نشست چهار جانبه و به حساب ادامه مذاکرات با حاکمان فعلی استقبال کردن به دلیل از این است که قسمی که سادات صاحب گفت 20 چند کشور، اول 4 کشور بود، حال امروز 20 چند کشور شد که در پای یک توافقنامه اینا امضا کردند و اعلان کردند که ما طالب ها را با محاکمه بین المللی لاهم میکشانیم به خاطر نقض حقوق بشر و جنوساید و اپارتاید جنسیتی و غیره. و این اولین بار است که همچون یک درخواست میشه و یک اقدام میشه و این اقدام نمادین است، ولی از نظر اخلاقی و سیاسی معنای خاص خود داره. بنابراین طالب ها در یک انزوای سیاسی قرار دارند و تلاش میکنن که از هر اعلامی به نفع خود استفاده کنن، در حالی که حاضر به تغییر نظام سیاسی نیستن، برای مشارکت سیاسی نیستن، برای شکستاندن انحصار قدرت نیستن و به تغییر آجنده و برنامه های خود نیستن. اینا امو فشار و محدودیت های بیشتر به مردم افغانستان تحمیل میکنن. حتی به رسانه ها گفته شده که بعد از این بحث های آزاد شما نکنین، مستقیم نکنین، بحث هایتان باید ثبت شدگی باشه و مخالفین خود را سرکوب میکنن. امروز شنیدیم که آقای جاوید کوهستانی یک از فعالین سیاسی را زندانی ساختن. همینطور تهدیدات ادامه دارد و همچنان محدودیت ها. ولی بحث بسیار مهمی است که این کشورها که به حساب زیادتر از طرف طالب ها احساس تشویش میکنن، مثل که آقای پوتین گفته بود که ما در نظر داریم که طالب ها را از لست سیاه خارج بسازیم، ولی تا به امروز وقتی پوتین اینا را از لست سیاه خارج نمیسازه معنای از چی است؟ همی که روسیه، چین، ایران، پاکستان هیچ کشور حاضر به شناسایی طالب ها نیست، من به این نظر نیستم که اگر سفیر چین در سفیر پاکستان در چین وجود داره به معنای به رسمیت شناختن است. چنانچه وزارت خارجه چین اعلامی رسمی داد و گفت ما امارت اسلامی رو به رسمیت نمیشناسیم. همچنان روسیه عین گپ میزنه. بنابراین اینا هرگز نمیتونن با این قرائت تند و با این صدور انقلاب و با این حمایت گسترده طالبان از ترور و تروریسم و تغییر نظام های سیاسی که در منطقه هست توسط زور
و حتی ما در یک از مصاحبه های یکی از مسئولین ارشد وزارت امر به معروف و نهی از منکر شنیدم در شمشاد که گفت این قطعنامه ما و یا این فیصله های ما و امو قوانین جدید نه به مردم افغانستان تنها هست، بلکه بر تمام جهان اسلام و تمام کشورهای جهان است. ما میخواهیم تمام کشورهای جهان به این قانون ما پابند شوند. یعنی این بحث اگر شما دقیق ایرم بر شما حتما آصفی صاحب روان میکنم لینک ازیرا، شما ببینید که شعار از اینا چی است. میگه ما اینمی محدودیتایی را که بر زنان افغانستان ایجاد کردیم میخواهیم بر تمام زنان جهان. خب فکر نمیکنید که یک سلسله یعنی تا در میان خود طالبان هم گروه تندروی وجود داره که بعضن از روی خب تعامل برزی که ظاهرا نشان ندن که اونا سیاستشان تغییر کرده چون این اوامر و دساتیر ارائه بکنن، اما در پشت پرده و مذاکرات خود ادامه میدن و میخواین. برزی که شما فکر آیا فکر نمیکنین که طالبا بعد از 3 سال به این نتیجه رستن که ادامه برشان بسیار ناممکن است و نمیتونن بقا داشته باشن در صورتی که با جامعه جهانی کنار نبین؟ برخلاف در شرایط کنونی با تعاملات منطقه با به شهادت رسیدن رهبر حزب الله در لبنان و جنگ رویارویی که فعلا است و شاید این جنگ گسترده تر شود میان لبنان و حزب الله و در خاور میانه با اسرائیل و از طرف فلسطین مسئله گذاخ شدن مسئله اوکراین، اینا میدان جنگ افغانستان متاسفانه و رقابت سیاسی افغانستان کنار زده میشه و زیادتر و بیشتر گروه تندروی طالب ها در جنگ قدرت فعلا غلبه نظامی کردن، غلبه سیاسی کردن و من فکر میکنم که قندهار و ملاهای قندهار امروز بیشتر تصمیم گیرنده هستند و کسانی که مدراتور و یا اینا میانه رو گفته میشه در میان طالبا اونا روز و روز کنار زده میشن و تصامیم اخیر و فیصله های اخیر امر به معروف و نهی از منکر و تظاهر قدرت ملاحی بطلا در بعض جایا نشاندهنده به حساب ایجاد ارتش در میان ارتش، دولت در میان دولت و غلبه قندهار بر تمام طالب هاست که این جنگ قدرت متاسفانه به نفع تندروهای طالب ها است فعلا و بناهن امید از این که طالب تغییر کنه و از درون طالب ها یک تغییر به در این شرایط فعلی در شرایط تعاملات خاورمیانه و جهان من فکر نمی کنم که طالب متوجه از این شوند و یا به حساب ضرورت برازو باشه و امریکا و غرب و روسا هم متوجه میدان های گرم کشمکش ها در جاها هستند و افغانستان متاسفانه فراموش شده و طالب ها بسیار با آرامی و بسیار با اطمینان خاطر میتونند که با انحصار بیشتر قدرت و ایجاد محدودیت ها بر مردم افغانستان به ظلم و ستم و امو جفای خود ادامه بتن. بله به نهایت تشکر جناب آقای ناصری، با هم به یک پیام گوش میدیم بعدا بحث خود دنبال میکنیم. هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا. بیا خره غلاست درنو دوستان او تاسو لملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. جناب سعادت صاحب لکه څنګه چې اسفي صاحب مخکې پښتنه وکړله، زم غواړم چې لکس نور ماکس وکوپم د طالبانو په اعلامیه باندې چې د دغه څلور هیوادونو د وزیرانو لناستی وروسته خبره کړې ده او په دې کې راغلی چې د طالبانو په نقل قول چې موږ آماده یو ستونزې د خبرو لارې حل کړو. که تاسو متوجه شوي یاستئ نو په تیرو 3 کلونو کې او یا د جمهوریت د سقوط په شپو ورځو کې 2 روایتونه وه، یو بیعت کوئ یو مایعت، اما اوس یو څه تغییر لیدل کېږي. آیا فکر کوئ چې دا د پالیسۍ په سطحه تغییر راغلی دی چې غواړي ستونزې په خبرو حل کړي؟ زما په اند طالبانو همیشه د ازبکو قوتونو سره خبرې کړي. طالبان په افغانستان داخل کې او د افغانستان بیرون خپل افغاني مخالفینو سره خبرې اترې نه کوي.
او نه د دې سره علاقه لري. ولی طالبان همیشه کوشش کړی دی چې د لویو قدرتونو سره او د خپل همسایګانو سره تاسو د تیرو سفرونو شاهدي او د کانګرس سره خطر کې همیشه نه بنان دیو نړیوالو سره د خبرو کولو لپاره همیشه کم دو. او دیو په دې هم پوهیږي چې تر هغه چې د پاتو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي ستونزمنه به وي چې په افغانستان کې په ارامه باندې دوام سره د دې چې طالبان همیشه د خپلو مصالحو د رایتو منابع لري اما په دې ډېره زیان چې رسېږي د افغانستان خلکو ته رسېږي. د طالبانو دغه ایزولیشن تر ډېره حاله پورې طالبان نه بلکې د افغانستان عام وګړو ته ضرر رسولی دی او ضرر ورته رسوي. عملاً په افغانستان کې تر بیش میلیونه انسانان بشري مرستو ته ضرورت لري او اقتصادي وضعیت د اقتصادي ناخوالو په طالبانو باندې کومه ځانګړې اغېز نه لري بلکې د افغانستان عام ولس ته چې په تېر ولې سره د خبرو طالبانو همیشه د یو طرف نه د نړیوالو هغه ارزښتي خواستونه چې خصوصا د ښځو او د کار په اړه وي هغې په مقابل کې مقاومت ښودلی اما د بل طرف نه بیا کوشش کړی دی چې نړیوالو سره خپلې اړیکې کړي او حد اقل یو ستر هېواد باندې خپل ځان په رسمیت وپېژني تر څو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو داسې ستر هېواد ولري چې د دې منافونه ته حفاظت کړي. مننه صاحب. تشکر آقای سادات. جناب آقای ناصری، خب امیر اگر بپذیریم چنانچه شما فرمودین که طالبان تغییر نکردن، تغییر نمیکنن، ما نخواهند کرد و قرائت از اونا از مسائل اسلامی کاملا متفاوت است و علاقمند هستند که امی مسئله را امی به اصطلاح حکومت با یا رژیم خود فراگیر بسازن و صادر بکنن. پس رای حل اگر این چنین باشه گفتگو رای حل نیست. رایی که طالبان به میز مذاکره بکشانه، مثلا در نشست سوم دوحه که ملل متحد آجندای خود تغییر داد برای کشاندن طالبان به میز مذاکره و شروع، فکر نمی کنین که این یک راه است و یا ای که رای دیگه را شما می بینین؟ خب فایده از این که ملل متحد ارزشای خود زیر پا گذاشت و طالبان را دعوت کرد، یعنی چی به نفع ملل متحد و چی به نفع مردم افغانستان بود. فقط برنده از او طالب ها بود و به حساب ما گستاخی سیاسیشان بیشتر شد و انحصار قدرت بیشتر شد. بعد از نشست سوم ما شاهد بودیم که در 4 فصل و 35 ماده طالب ها شدیدترین تحریم ها را به مردم افغانستان، به زن و مرد افغانستان ایجاد کردند. چیزهایی گفتند که اصلا نه در شریعت است، نه در اسلام است و نه در عرف افغانی هست و پیش روی چشم جهان یک ملت اینا در زندان کشانیدن. بنابراین هر چقدر امو شعر مشهوری است که میگه اظهار عجز پیش ستم پیشه حبلهی است، اظهار عجز پیش ستم پیشه حبلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. متاسفانه هر چقدر به طالب ها وقت داده شود، هر چقدر به اینا عذر زادی شود، تضرع شود و به اینا به حساب التماس شود که شما از این انحصار قدرت و خودخواهی و محدودیت هایتان بگذارید، قرائت تندتان، این تکفیر، سیاست تکفیر گونیتان کنار بگذارید، اینا بیشتر و بیشتر بر طبل انحصار قدرت و حاکمیت تکروانی خود میزاین. بنان رای حل به نظر ما هم متاسفانه رای حل سیاسی نیست. طالب ها در زمانی که زیر فشار مردم افغانستان، تظاهرات،
مخالفت های سیاسی، مقاومت ملی قرار نگیرند، مانندی که در زمان جهاد ما شاهد بودیم که تا زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جبهات نظامی و شوروی ها شکست نخوردن، از نام خود را تغییر نمیداد، بیرق خود را تغییر نمیداد، سیاست خود را تغییر نمیداد. بعد شکست حزب دموکراتیک در مقابل مردم افغانستان بود و شکست روسا بود که نام حزب دموکراتیک خلق و وطن تبدیل شد، بیرق سرخ به سیرنگ تبدیل شد، قانون اساسی آمد و غیره. متاسفانه تاریخ 100 سال افغانستان و تاریخ افغانستان نشان میده که هر دولتی که بر اساس زور، بر اساس غلبه نظامی و کودتا قدرت گرفته، بر اساس زور باید از قدرت کنار بره. و طالب ها متاسفانه بدبختانه مردم افغانستان به سوی جنگ داخلی میکشند. آقای ناصری، این زور آیا از طریق یک بار دیگه جامعه جهانی و مثلا نیروهای ناتو و یا مبارزه مسلحانه در داخل افغانستان؟ خب اگر امنیت ملی کشورهای همسایه و کشورهای جهان از افغانستان بیشتر تهدید شود، شما دیدین که وزیر دفاع پاکستان تهدید کرد و گفت که ما در تمام افغانستان میتونیم عملیات نظامی کنیم. امروز شما میبینین که اسرائیل به خاطر منافع خود لبنان زیر بمبار قرار داده و رهبر حزب الله را در داخل قلب قدرتش از بین برده و این عمل متاسفانه و بدبختانه میتونه که در افغانستان یک بار دیگر سناریوی 2001 تکرار شود. و اگر واقعا گروه های تروریستی دست به اقدامات بزنند، امنیت ملی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و منافع ملی کشورهای منطقه را، کشورهای قدرتمند به مخاطره پرتند، افغانستان به یک سوریه مبدل خواهد شد. آقای آصفی، شاید کشورهای مختلف در مناطق مختلف افغانستان اقدام نظامی کنند. آیا امی ترک ها در سوریه یک قسمت خاک سوریه را اشغال نکردند به خاطر حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی ترکیه؟ آیا پایگاه روسا پایگاه دامی نشد در سوریه؟ آیا امریکا پایگاه نداره؟ آیا ایران در سوریه پایگاه نداره؟ متاسفانه چندین کشور سوریه را اشغال کردن به خاطر از اینکه ما امنیت ما سوریه در خطر است. اگر افغانستان به یک تهدید به روسا، چینایی ها، هند و ایران و پاکستان تبدیل شد، شما چی فکر میکنین که اینا اقدام نمی کنن؟ متاسفانه حکومت های افغانستان بسیار شکننده هست. طالب ها در 2001 نشان دادن که مقاومت نتانستن کنند و یک بار دیگه طالب ها شاید پا به فرار بگذارن. ولی این کشور ما و این وطن ما پیشتر پیش از برنامه هم گفتم که من تشویش تعمیم سلامت افغانستان و سالمیتی به نام کشور افغانستان دارم. این بار افغانستان اینا متاسفانه اشغال نمی کنند، این بار خدای نخواسته افغانستان تجزیه می کنند. امروز شما جنگ قومی را، جنگ زبانی را، جنگ تنظیمی را و مخصوصا جنگ ای که ما افغان هستیم و نیستیم و خراسانی هستیم و کتاب نوشته می شود و نام افغانستان زیر سوال می رود و روشنفکران ما در مصروف جنگ زبانی و تنظیمی و قومی خود هستند، متاسفانه دی فکتو از نظر ساختار یک ملت ما در خطر هستیم و احتمال از اینکه ما از هم بپاشیم من حیث یک ملت و تجزیه شویم متاسفانه توسط کشورهای دیگه و در خدمت از او باز ما افغان ها قرار داشته باشیم، متاسفانه ما تجزیه افغانستان و فروپاشی یک ملت و یک کشور به نام افغانستان متاسفانه میبینم. و به این دلیل که اینا اگر این بار مداخله کنن، افغانستان بر خطوط مختلف متاسفانه حاضر و آماده تقسیم تجزیه هست، بخاطر که طالب ها بر حاکمیت یک گروه و یک قوم میتازن و دیگه کشورهایی هستند که حمایت میکنن از دیگه اقوام و دیگه گروه ها و این باعث از این میشه که جنگ داخلی افغانستان جنگ قومی باشه و این باعث فروپاشی یک ملت و یک کشور خواهد شد. مننه تشکر جناب سادات صاحب. ناصری صاحب خبر جالبی دی، غواړم ستاسو نظرم په دې باندې واخلم. دغه د قوي مسائل ته تر ډیره بریده چې موږ ګورو د رسنیو له طریقه د افغانستان نه بهر د مسائل تر ډیره لمن وهل کیږي او دننه په افغانستان کې دغه د طالبانو پر اتاک سره تر ډیره بره یا خلک اجازه نلري په خبري او کې اویات سناوري دل کېږي د افغانستان نامه بهر ډېر بحثونه روان دي په دې مسایلو باندې. او بل اندېښنه چې جناب ناصري صاحب لرله هغه دا وه چې که دا ځلې څه تغییر راځي نو افغانستان د تجزیې له خطر سره مخامخ کېږي. ستاسو ارزونه په دې اړه غواړم واورم. بله اوس اورو. لومړۍ خبره دا ده چې افغان دې کې شک نشته چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی،
او هر هغه حکومت او دولت چې په باندې اقتدار کې ټول افغانان باید خپل ځان پالي چې دې باندې فعلاً بحث کېدلی شي د طالبانو دغه اوسنۍ پالیسیانې د شمولیت په اړه باندې صحیح نه دي او تر ډېره هله پورې طالبان یو پراخ بنسټه دولت او حکومت نه لري په افغانستان کې. Они являются реальной властью. А у традиции когда пори кошешь кече, а когда че потер халка, потому что дию сара хамкару, а дию сара это дала там хабер ки тенги тили ди апета зеор. Когда сей не ве, то ло корде, а у Пакистан ке кул хага миш хауна аплери. Ты дала Пакистан до сумата до дала баркави, а у Пакистан ке истемаи адалат ке турамиз адалат ما د نظر باندې ورشي او افغانستان د ټولو کول دا دا خبره درسته خبره ولی راغلو د تجزیه په اړه باندې زما په آن په افغانستان کې د تجزیه مشکل نه لري. افغانستان تجزیه کوونکی عمل نه دی. افغانستان په تیرو څلوېښتو کالو کې حتی د دولت په نشتون کې تاسو د مجاهدینو په وخت کې د دې خبرې شاهد وو چې په افغانستان کې یو مرکزي دولت حتی شتون نه درلودو یا هم افغانستان په تجزیه طرف ته ولاړو او بارني هیوادونه هم درې توان نه لري. ما د سوریې مثال ورکړو، دا سوریې سوریا هغه وخت تقسیم کړه او تقسیم هیوادونو ته هلته د پیزونو او د شتون موقع په لاس ورغله کله چې سوریې کې داخلي جنګ وکړو، کله چې سوریا د داخلي جنګونو د ودې څخه ضعیفه شوه. نو بیا نن که موږ چېرته د سوریې مثال ورکوو، نو بیا نه باید په افغانستان کې د جنګ دپاره کمپین وکړو او د جنګ طرفدار اوسو. بهتره خبره به دای چې افغانان خپل مشکلات په خپل منځ کې د خبرو د طریقه حل کړي. زموږ میلمه یو خبره بل هم دا وکړه چې طالبان باید په زوره د منځ لاړ شي، او دا یې هم وویل چې په افغانستان کې هر کله چې یو دولت او یو حاکمیت په زور راغلی هغه یې نتیجه نه ده ورکړې. نو وخت چې موږ به تاسو په دې خبره پوهیږو چې په افغانستان کې چې کله هم یو حکومت او یو دولت حضور راغلی هغه نتیجه نه ورکړي، نو چې کته طالب د منځ وړي او حضور یې د منځ وړي، نو هغه راتلونکی دولت چې کوم د طالب ځایناسته کیږي هغه به هم نتیجه ورنه کړي. لکه څنګه چې نن تاسو ویل چې طالب هم نتیجه نه ورکړي په دې چې حضور راغلی دی. بینان زور د حل لاره نه ده. حل لاره دا ده چې خبرې وشي. طالب هم باید دا ومني چې افغانستان د ټول کور دی او خبرو ته کښېني، او هغه خلک چې د طالبانو مخالفین دي هغه هم باید دا ومني چې جنګ د حل لاره نه ده. که په جنګ کېدلی په افغانستان کې ډېر زیات جنګ وکړو تو حکومتونه تبدیل شلو، اما خبرې اترې د حل لاره ده. مننه، تشکر، په خیر اوسئ. جناب آصفی صاحب، مهربانی بسته به دوام ورکو د جناب ناصری صاحب نه اجازه ای زید ناصری صاحب نه مطرح کوم. ناصری صاحب، ارومرو تاسو د صدات صاحب خبرې واوریدلې، ولې فکر کوئ چې افغانستان د تجزیه سره مخامخ ده؟ خب، آرزومندی های جناب صادق صاحب ما هم تایید میکنم. باید طالبا تاریخ پن بگیرن، باید طالبا با مذاکره حاضر شوند، به تقسیم قدرت، با مشارکت سیاسی، به تشکیل یک دولت مشروعی ملی و مشارکت هم افغان ها، مشارکت معنادار افغان ها که زن و مرد افغانستان، استادان پنتون، دانشمندان، کار به حلش سپرده شد. ولی آرزومندی های ما جناب صادق است. واقعیت های عینی میدان افغانستان همی است که طالب ها بر طبل انحصار میکوبند و متاسفانه انحصار قدرت سیاسی هست، انحصار قدرت قومی هست و انحصار قدرت یک حزبی هست و طالب ها پیروز میدان خود را میدانند و هیچ بدیلی هم به اصطلاح خودشان در مقابل خود نمیبینند و به ظلم و ستم و اینا بیشتر ادامه میدن. هر روز گزارش های ملی و بین المللی میرسانه که تعداد زیادی از افغان ها، کسانی که در گذشته در نظام سابق کار کردن، کشته میشن، زندانی میشن و به شکل بسیار ظالمانه زندانی میشن و بعد سر به نیست میشن. بنان فرار 8 میلیون افغان در این مدت 3 سال نشان دهنده اوج بحران است و نشان دهنده اوج بحران و سرکوب مهاجرین ما در خارج کشور است. ظلم و ستم بر افغان ها در بیرون زیادتر است. افغان ها ایران ماندن اگر به بیرون فرار میکنن مورد ستم و ظلم و ستم کشورهای ایران و پاکستان و غیره هستن، و اگر در داخل هستن توسط طالب سرکوب میشن و ترور
فنان این خودش زمینی یک قیام ملی را یک مقاومت ملی را ایجاد میکنه. هرچقدر که طالب ها ظلم و ستم میکنن مجبورن نیروهای مقاومت بسیج میشن و این تاریخی را نشان داده مثل که طالب ها دست به مقاومت زدن و بالاخره انسجام پیدا کردن در 2007 و بعد از او تانستن که تا خروج نیروهای امریکایی یک جبهات گسترده را شکل بتن. همطور مجاهدین در زمان اشغال شورویایی تجربه را کردن و امروز هم ما بخواهیم یا نخواهیم ظلم طالب، ستم طالب، انحصار طالب، سیاست و پالیسی طالب و فشارهایی که بر ملت افغانستان میتن و ظلم ستمی که بر مهاجرین ما در کشورهای خارج از باعث از این میشه که افغانها از روی ناچاری متاسفانه باز هم دست به مقاومت بزنن و ای که در این مقاومت باز کی حمایت میکنه، کدام کشورها بر اساس کدام منافع خود گروه های مختلف تمویل و تجهیز میکنن. میدان افغانستان میدان جنگ های رقابتی و نیابتی است. دمی بحث مقاومت شما حتما سخنه آقای دوستم در آخر شنیدین. ببینین یک شکایت و یک گله مردم افغانستان نیسته که در 3 سال اگه طالب دروازه مکاتب خلاص نکرد، سیاسیونی که در بیرون همشتن یک صف واحد را ایجاد کرده نتانستن. هنوز هم گله و گذاری های شنیده میشه در مجالس از اینا که یک مخاطب میتونه درک کنه که رسیدن و اتحاد بین از اینا فرسنگ ها دور است. این حال بدیلی وجود نداره. بالاخره مردم افغانستان اگر به گفته شما کدام روز قیام میکنن و یا کدام روز برمیخیزن، اصلا با کدام امید، با رهبری کی، چی شکل ایره تنظیم کنن، سر کی اعتماد کنن، کجاست مادر است؟ اگر قرار باشه که بدیل طالب ها دوستان و سیاسی نموره های سختی دیروز باشه، من ترجیح میتونم که طالب ها در قدرت باقی بمانن. آقای دوست، هرگز مقاومت در میور از اینا نباید شکل بگیره که نگرفته هم. و می دلیل هم است که یکی از موانع بزرگ ایجاد یک مقاومت سالم ملی در افغانستان همی سیاسی نمورهای سوختی دیروز است. ولی من میگم فشارهای طالب ها و فشارهای اجتماعی و شرایط عینی و ذهنی جامعه بالاخره از متن و بطن جامعه کسانی را برمیخیزاند که او احمدشاه بابای درانی هست، او میرویس خان اوتکی هست، او احمدشاه مسعود هست، او اسماعیل خان هست، او فرزندانی هست که از میان مردم خود برخواستن، جلال الدین حقانی، کسانی بودند که اینا جنرال نبودند، اینا نظامی نبودند، در دوره شاهی و داوود خان اینا قدرت حاکم نبودند، ولی فرزندان این ملت بودند که فرماندهی مقاومت جهاد به دست گرفتند. امروز عین شکل است که از متن و بطن جامعه تان کسانی برخواهند خواست که نه دوستان باشه و نه قانونی و محقق، بلکه فرزندان اصیلی وطن باشه. و من آرزو دارم یک صف پاک ملی ایجاد شود با آژندای ملی، با آژندای روشن توسط جوانان ما و توسط فرزندانی که ملوث به 40 سال خیانت به مردم خود نباشند. من از تو حرکت حمایت میکنم و در هیچ جلسه و هیچ نشستی از این رهبران سیاسی دیروز اشتراک نمیکنم. اینا رو مردود میدانم، تشکیل حکومت های جلای وطنشان مردود میدانم، خیانت های 20 سال 40 سالشان مردود میدانم. و اگر قرار باشه من انتخاب کنم میان طالب و سیاسی دیروز، اما جناب آقای ناصری، آیا چنین یک جنبش خودجوشه که متشکل نباشه از چهره‌های قدیمی و تمام جوانان و مردمی که و شخصیت‌هایی که از مردم در داخل نمایندگی کنند، بدون حمایت جامعه جهانی، بدون کمک‌های جامعه جهانی، آیا امکان پذیر است؟ نخیر، نی. عوامل داخلی و بیرونی باعث یک تحول در جامعه میشه. باید عوامل داخلی ایجاد شود تا عوامل بیرونی او را حمایت کنند. من میگم که اینمی طالب در میان ملت ما جای نداره، در قرب ملت ما جای نداره. زنان افغانستان طالب را نمیپذیرند، تمام اقوام و سیاسیون و فعالین و تمام جوانان ما نمیپذیرند. همین 4 نفری که در همین دور همین میز نشستیم، ما شما نه فکری طالبی داریم و نه اندیشه طالبی و نه حمایتی از امارتشان میکنیم و سیاست و پالیسیشان به شمول آقای سادات. بنابراین ما ملت هستیم، ما فریاد از این ملت هستیم، ولی مورهای سوختی دیروز نیستیم، شهردارها و شهرک نشینای دیروز نیستیم. بنابراین اینا یک اقلیت بسیار معدود است. اینا کسانی که گفته آقای دوست جنرال دوستم اینا هستند، بدون از اینا ملت ما بر علیه طالب
و بر فکر طالب و قرائت طالب مردود میدانند، مبارزه میکنند. این مبارزه فرهنگی است، این مبارزه مدنی است، این مبارزه سیاسی است و اگر مجبور شوند مبارزه نظامی هم شکل میگیره و این را که متاسفانه کشورهای مداخلگر باز از این استفاده کنند، این برمیگرده به بلوغیت سیاسی ما، برمیگرده به توانمندی های یک ملت. اگر ما بعد از 40 سال به این بلوغیت سیاسی نرسیده باشیم که آژندای مسکو و روسا یک ناکامی بر افغانستان بود، آژندای امریکا یک ناکامی روسیایی بود، پس ما یک آژندای ملی را و یک برنامه ملی را حمایت کنیم و جهان هم ما را میتونن حمایت کنن در شکلی که ما در یک حرکت ملی باشیم. ما در سطح جهان میبینیم که جهان به خاطر رایی کشورهای مشخص نوزدهای ملی را حمایت کردن، آزادی کشورهای آزادی خواهی را حمایت میکنن، ولی این ملت ها است که باید تصمیم بگیرن. مثلا در جنگ اوکراین اگر ملت اوکراین مقاومت نکنن، نه سلاح امریکا به درد میخوره مثل که بر اشرف غنی و 300 هزار نیرویش به درد نخورد و نه حمایت کشورهای غربی. این تصمیم و اراده یک ملت است که تسلیم روسا نمیشن و جهان او را حمایت میکنه. تشکر جناب آقای ناصری. جناب ناصری صاحب مننه. جناب سادات صاحب آخری خبری تاسی او رو مهربانی در بحث جمع بندی که اگر چی ویل شد پدیخ فراونه که د گاونډي هیوادونو په تازه دریز باندې د طالبانو په هرکلی باندې بلاخره دغه سیمه او په خاص ډول افغانستان په کوم لوري درومي، یو کال وروسته به حالت څنګه وي؟ یو دغه وخت لرو زما په اند اول خو په نړۍ کې کوم مسایل روان دي پیران افغانستان حقیقت ته لري ډېر هم د نړیوالو قدرتونو توجه کوي. دا مسله دا ده چې د افغانستان کې د یو واحد نړیوال او زموږ هم سایګان دي ترټي دي طالبان سره پر اړیکې برابر دي. او درېما مسله زمين هسته او ځوان دا خبره ده کومه چې زه شخصا په افغانستان کې عارف او هر هغه غریب چې په افغانستان کې د تاریخ توقع لري او انتظار لري هغه باید د صلح د صلحامیزا خبرو اترو د لارې هغه په افغانستان کې راشي. هغه د طالبانو اصلاح ده او د طالبانو بدلی ده. ډیر زیاته مننه جناب فهیم سادات صاحب، جناب وایس ناصری صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل. با تشکر از هر دو مهمان محترم که در برنامه با ما بودن. وقت خوش برای هر دو مهمان محترم خود تمنا داریم. برنامه رو کراست سوین خبری در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز یا نه وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم و گردانندگی میکنن. بیننده و شنونده رادیو تلویزیون آشنا باشه. درنو دوستان اوز مونگ پاتی خبرونه هم مهروی مونگ اوز لطاسن اجازه وارو داغ خبرونه مو پا یوتیوب او پا نور تولنیز رسنه که هم پا جوانده برن خبریگی. نو اوز مونگ تا اجازه را که تر بله خبرونه پوری چی بیام ستاسو خدمت تا حضیری گو تاسپوله او مهربانه خدای سبارو. الله آمد شد. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له ستودیوګانو څخه سلامونه ستړي مشئ. زه خایسته سعادت لامه یم. زه احمد شکیب یم. زه ګالیا رنا نورستانه یم. زه احسان لاریبزه یم. د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو. په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه. د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي.